با حرکت سردشقیم قاسم سلیمانی یک سیاست و استراتژی در نظام ولایت فقیه فرو ریخت. به اعتراف خامنه‌ای و کارگزارانش، او یک فرد نبود، یک تمامیت از تابلو جنایت و جنگ افروزی بود که عمق راهبردی نظام را همزمان در عراق و سوریه و یمن و افغانستان و لبنان هدایت می‌کرد. مسئله از دست دادن یک سردار و یک نیروی دفاعی یک فرمانده نظامی نیست، مسئله مدیریت مقاومت، جریان دیپلماسی مقاومت رو رهبری می‌کرد، یمن رو به عراق رو متصل می‌کرد. یعنی در یمن و در عراق یه نقش پیاده می‌شد. خامنه ای هم پیشتر گفته بود قدرت ما در عمق راهبردی و دخالت در کشورهای منطقه است. یکی از مؤلفه‌های قدرت عمق راهبردی ماست. عمق راهبردی حضور در کشورهای منطقه، طرفداری ملت‌های منطقه از جمهوری اسلامی، این عمق راهبردی جمهوری اسلامی. اما رویای راهبردی و طرفداری ملت‌های منطقه پس از هلاکت پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و شعارهای ایران اخراج اخراج در قیام سراسری عراق باطل شد. اعتراف به دود شدن سرمایه‌های رژیم در عراق در شعارهای اخراج اخراج جوانان عراقی توسط مزدوران شناخته شده رژیم، اعتراف به شکست راهبردی نظام در عراق و شکستن اصلی ترین بال خامنه‌ای در منطقه است. روزی که میشنویم کلماتی را در مرکز بغداد که میگویند ایران خارش و خارش و اینها نقض میثاق است، نقض منشور است، اینها نقض منشور عراق است و اینها نمک نشناسی است.